به همه شما همراهان همیشگی پرژن اوار. من نسیم هستم از پولند و امروز به همراه همکار خوبم پیمان از تورنتو شما رو دعوت میکنیم به برنامه امروز به اتفاق مهمانمون آریا تاریوردی از کشور پولند. پیمان جان سلام، مرسی که امروز همراه من هستی. ممنون از شما نسیم جان. پیمان سلطی هستم از تورنتو کانادا و امیدوارم می‌دارم که در کنار شما از یکی از بهترین های فیلم در کشور هلند امروز مصاحبه خوبی خواهیم داشت. آریا جان سلام، یه سلام احوالپرسی با بینندگان ما داشته باشین تا بریم به ادامه برنامه. اولا که خیلی ممنون برای این دعوتی که کردین و واقعا برای من یه آنره که توی برنامه‌تون باشم و برای تمام پابلیک هم توی خونه ها بالاخره این سلام رو میکنم و بازم ازتون تشکر میکنم و خیلی خوشحالم که توی این برنامه هستم و امیدوارم که بتونم یه بالاخره جوابایی بدم که بیننده ها تو خونه براشون جالب باشه دیگه. مرسی از شما، مرسی که وقت رو برای ما گذاشتید. مهمان برنامه پرژن اوار هستید. خب در ایران به دنیا اومدین و در واقع در 10 سالگی مهاجرت کردین و این چیزی که حالا برای من خیلی جالبه، فکر کنم برای بینندگانمون یه صحبتی بکنین در رابطه که من جای خوندم که اجداد ایتالیایی، میخواستم ببینم که خب دیگه صحبتی برای ما داشته باشین در این رابطه. چشم ببینین، در اصل من اگه اصلش رو بخوام ببینیم فقط 1/4 من ایتالیاییه، به خاطر اینکه پدر بزرگم از سمت پدرم از ایتالیا اومده و در زمان پدر شاهنشاه ایشون به ایران مهاجرت میکنه و اونجا اصلا زندگی میکنه و کار میکنه و اونجا با مادر بزرگی که من که ایرانیه آشنا میشه و ازدواج میکنه. به همین دلیلی که من 1/4 از خانوادم از طرف ایتالیا هستن و هنوزم که هنوز خانوادم هستن، یعنی پراکندن، نصفشون تو تهرانن جایی که به دنیا آمدم و نصفشون تو رومن، چون پدر بزرگ من تو روم به دنیا آمد و تو اونجا زندگی میکرد. چقدر عالی و چه جالب. و اینکه لندن به مدرسه بین‌المللی فیلم رفتین و از اونجا در واقع زندگی هنری و فیلمسازی فکر میکنم از اونجا آغاز شد، درسته؟ کاملا درسته، بله. البته من از موقعی که فکر میکنم تا جایی که یادمه 4 سال 5 سال سالم بود میخواستم بالاخره فیلمساز بشم یا اینکه تو کار تئاتر برم، بالاخره یکی از این دوتا رو باید حتما انجام میدادم. تا موقعی که 4-5 سالم بود که به زور بچه های خانواده رو اجباری میذاشتم روی استیجی که خودم درست میکردم توی اتاق که بخوام بازیگری کنن، بالاخره تا جایی که میشد با خواهش و تمنا، تا جایی که نمیشد با کتک. البته اون موقع 4-5 سالم زیاد، ولی بعدن که یه مقدار بزرگتر شدم دیگه رفتم تو این کار و کار جدی گرفتم. یه مقدار تحصیلات همین فیلم و این کارهای کلی رو در هلند کردم، ولی تحصیل اصلم توی انگلیس انجام دادم و اونجا تحصیلم رو تمام کردم تو کار کارگردانی فیلم‌های درام در اصل. این تحصیل من. و چی شد که لندن رو انتخاب کردی برای تحصیل؟ جواب سوال، این سوال خیلی ساده است راستش رو می‌خوام. ببینین توی هلند من موقعی که می‌خواستم برم توی اسکولی که برای مثلا کار فیلم بود، برای تحصیلات فیلم، به من گفتن زیادی سنت کمه و باید چند سال دیگه صبر کنی و چند سال دیگه برگردی و من انقدر که تحملم و کمه تو این چیزا، به خاطر همین، و من خالم توی انگلیس زندگی میکرد، الان رفته توی آمریکا دیگه نیست، ولی اون موقع توی انگلیس زندگی میکرد و اون بود که این ایده رو به من داد، گفتش که خب حالا میتونی یه امتحانم اینجا بیای بکنی، شاید اینجا قبولت کنن. و با همون سنی که بودم در همون سال رفتم توی انگلیس و اونجا قبولم کردن و همون موقع هم دیگه تصمیم گرفتم که اونجا قشنگ تحصیلم رو انجام بدم و دیگه بعد تا اینکه تموم بشه بعد برگردم. بله. میدونم که خیلی خیلی فعالی و در واقع در جامعه
هنری در جامعه هنری و فیلم در واقع هلند خیلی فعالیت میکنه. مرسی. شرکت تولید فیلم خودتون رو تو آمسپورت تأسیس کردین و این شرکت تأسیس شد و حالا رو به چی داره میره؟ رو به جلو داره میره و به چه شکل و چه فعالیت هایی در واقع میکنین؟ ممنونم، مرسی. بله درسته، این شرکت من توی آمسفورت، شهر آمسفورت شروع کردم. البته الان نزدیک 6 سال و نیمه که شرکت و استودیو رفته به شهر هیلفرسوم. هیلفرسوم یه شهریه که توی هلند که فقط بیشتر معروف به شهر میدیا و شهر رادیو تلویزیون، یعنی بیشتر استودیو توی شهر هیلفرسوم هستن. الان ما هم اونجا هستیم و در کنار دفتر و استودیویی که توی این شهر ما داریم و الان اونجا اکتیف هستیم، تقریبا میشه گفت از دو سال و نیم پیش یه استودیو هم ما باز کردیم توی شهر دورن، یه شهری باز نزدیک همین هیلفرسوم، تقریبا یه نیم ساعت فاصله داره. فاصله های ما اینجا تو هلند اصلا قابل مقایسه با تهران نیست. بعد اینجا فقط نیم ساعت فاصله داره و اونجا یه سومین استودیو رو ما باز کردیم. توی هیلفرسوم دو تا استودیو داریم، سومیه رو باز کردیم و این استودیو رو بیشتر فقط برای تولیدات تاک شوهای و برنامه های تلویزیونی بزنس شوز گذاشتیم، یعنی فقط این استودیو فقط برای کار بزنس پروگرام ها هست، برنامه هایی که بزنسی باشه برای کار و اینجوری چیزا. درسته. تیما جان دیگه فکر می‌کنم اینجا تخصص شماست. جاب تایبردی، بسیاری از فیلمسازا که مثلا در اروپا فعالیت میکنن بعد از مدتی تصمیم میگیرن که مهاجرت کنن به سمت امریکا و برن در دنیای هالیوود. میخوام بدونم شما تا چه حد به این موضوع تا حالا فکر کردین و تصمیم دارین که در آینده انجام بدید یا خیر؟ فکر که 100% کردم، مثل همه فیلم سازا همونطور که خودتون میگین. ولی در سال 2011 شرکت خود ما یه شعبه توی لس آنجلس باز کرد که الان این شعبه هنوز هستش و توی کالیفرنیا ما اینجا از این طریق تولیدات الان انجام میدیم هنوز، و یعنی من این کار رو بالاخره انجام دادم. ولی توی اون شعبه رئیسیتی برای خود اون شعبه ما پیدا کردیم و افرادی برای افراد آمریکایی استفاده کردیم برای گردوندن اون شعبه شرکتمون. و راستشو میخواین خودم هم به این فکر افتادم که بخوام اصلا کلن خودم شخصا برم، نه اینکه بخوام استودیو رو اینجا ول کنم توی کشور هلند، ولی خب خودم اکتیف باشم توی آمریکا چون اونجا هم خانواده دارم و خیلی هم دوست دارم اونجا باشم. ولی مهمترین دلیلی که این کار نکردم این بود که در سال 2006 پدر من در همین کشور هلند 4 سالش بود فوت کرد و من بزرگترین پسر خانواده هستم و یک مادر الان دارم که دیگه شما هم دیگه خودتون میدونید. این یه مسئولیتی بود که من قبول کردم و به این دلیل گفتم که دیگه الان پس بهتره که اقلیکن تو این کشور باشم که نزدیک مادرم باشم، هم بتونم یه کمکی براش باشم، هم که خب دیگه خانواده زیادی که ما نداریم توی هلند، فقط همین خانواده خود منه، بقیه کشورهای دیگه هستن. برای همین بود که گفتم دیگه بذار این خانواده کوچیک دیگه از این کوچیکترم نشه. همین امیدوارم که سایه‌شون همیشه مستدام باشه. و سوالی که اینجا داشتم هم برای اطلاعات بینندگانمون که دارن به برنامه نگاه میکنن و هم برای خودم، کشورهای اروپایی از لحاظ فیلمسازی هر کدوم سبکهای خودشون رو دارن، مثلا فیلمهای فرانسوی استایل خاصی دارن. میشه یه مقدار توضیح بدید که فیلم‌های هلندی در چه زمینه‌ای معمولاً ساخته میشن و فعالیت دارن؟ درسته. ببینین اولا فیلم‌های هلندی زیاد فیلم‌هایی نیستن که بشه ازشون واقعاً به عنوان فیلم مینستریم استفاده کرد، توی سینماهای مهم بخواد پخشش آدم بکنه، چون فیلم‌هاشون بیشتر فیلم‌های آرتیستیکه، فیلم‌های هنریه.
و به این دلیل بیشتر این فیلم‌ها سوبسید میشن از حمایت از مثلا فاندای مختلف از دولت، حمایت‌های مالی میشن تا اینکه این فیلم‌ها بخواد ساخته بشه و به همین دلیل درآمدی هم این فیلم‌ها زیاد نداره و فقط بیشتر دردسر و خرج داره تا درآمد. به همین دلیل هستش که فیلم‌های سینمایی هلندی من الان چند تا ساختم، ولی بیشتر مخصوصا این اواخر تولیدات ما فیلم‌های تلویزیونی و برنامه‌های تلویزیونی برای تلویزیون‌های هلنده، چون اون برنامه‌هاییه که بیشتر جواب میده. ولی خب بیشتر میگم فیلم‌هاشون هنریه، فکر می‌کنم فارسی باید بگیم هنری، آرتیستیکه بیشتر. بیشتر سوال بعدی هم که دارم اگه به اجازه بدین، با توجه به اینکه کرونا اومده و از این بعد همه مجبور هستن که از ماسک استفاده بکنن، شما فکر میکنید که آینده فیلم هایی که ساخته میشن تمام بازیگرا با ماسک هستن، یا فکر میکنید که نه این در هر صورت در یک نقطه‌ای به پایان میرسه و دوباره مثل سابق شروع به کار میکنه؟ خیر خیر، من فکر میکنم 100% این چیز برمیگرده به طرز ضبط و طرز تولیدی که قبل از کرونا بود. همچنین اصلا نمیشه که مثلا با ماسک و این چیزا بخوایم ما هنوز تولیدات رو انجام بدیم. ما حتی خیلی از تولیدات فیلم ها رو مثلا یا حتی فیلم های مستند اینی که الان مجبور هستیم ماسک رو توی استودیو استفاده کنیم، الان فعلا این ضبط‌ها رو اصلا فعلا کنسل کردیم تا اینکه فعلا مثلا ببینیم کرونا به کدوم مقصدی میرسه و آیندهمون چی میشه. ولی نه، من فکر میکنم که برگرده این موضوع. و راستش رو میخواین کرونا از نظر برنامه‌های تلویزیونی و برنامه‌های زنده اینترنتی برای ما تا الان فقط مثبت بوده، نه منفی. و واقعا فقط نکات مثبت برای ما توی استودیو آورده، به جز این موقعیت ماسک و این چیزایی که مجبور هستیم استفاده کنیم، ولی واقعا خیلی نکات نتیجه ها و نکات مثبتی برای ما به وجود آورده. آریا جان، در واقع میخواستم الان اینجا صحبتی بکنیم از جشنواره بین‌المللی فیلم که شما در سال 2006 تأسیس کردید، درسته؟ درسته. و چیز جالبی که در واقع نکته جالبی که بخوام بگم توی این بودش، تمرکز کردیم به کارگردان‌ها و تهیه کنندگانی که جدید فعالیت میکنن. هدفتون چی بود از این کار و چه فکری داشتین در این مورد که این کار کردین در واقع؟ ببینین، دلیل این که من بیشتر تمرکزم رو این گروه فیلمساز بودن، بیشتر تجربه خودم بود توی این کار. ببینین، بزنس هایی مثل فیلم و تلویزیون بزنس هایی خیلی بسته‌ای هستن، یعنی در کل همه ای کشورها، همین تو همین هلند هم همینطور. یعنی شما واقعا باید یه پارتی داشته باشی، کسی رو بشناسی، یا اینکه شانسی بتونی وارد این بزنس بشی. اینجا تو هلند هم مثل کشورهای دیگه همینطور هست. من تجربه‌ای که داشتم این بود که با اینکه من خودم می دیدم که واقعا زحمت می کشیدم، نه اینکه بگم من تالنت دارم، اصلا هنری دارم، اون اصلا به کنار، اینو من نمیگم، ولی زحمتشو می کشیدم. ولی می دیدم که واقعا اون اولی که شروع کردم به کار به عنوان یک کارگردان یا تولید کننده جوان و تازه نو توی بزنس هلند، می دیدم که واقعا به من خیلی فرصتهای کمی می دادن. و این یکی از دلایلی بود که من پیش خودم اون موقع گفتم که اگر تو که باید بری جلو تا به این نتیجه مثبتی که میخوای تو زندگیت برسی. و پیش خودم گفتم وقتی که من به این نتیجه رسیدم، یکی از هدفایی که تو زندگی برای خودم دارم اینه که به دیگران کمک کنم، به فیلمسازای جوانی که مثل سالها پیش موقعیت خود من الان موقعیتشو دارن که به همین راحتی نمیتونن اینفستر پیدا کنن، تولید کننده پیدا کنن، کارگردان یا شرکتایی که بخوان واقعا بتونن اولین یا دومین فیلمشون رو پرده بیارن یا تولید کنن، به اونا
من الان به این جایی که رسیدم میخوام از این موقعیت و استودیو و تمام امکاناتی که دارم استفاده کنم که اون گروه رو روش تمرکز کنم و کمک کنم، چون میگم اون موقعی که من کمک احتیاج داشتم کمک به من نرسید، به همین دلیل میخوام این کار انجام بدم و این دلیلی بود که من 2006 با این جشنواره شروع کردم. چقدر دید قشنگ و چقدر مرسی. من امیدوارم که در واقع فیلمسازان جوان این برنامه رو ببینن و همینطور بیان به سمتتون و ازتون کمک بگیرن و اطلاعات شما رشد بتونن بکنن و شما راهنمایی باشید برای مسیرشون. مرسی، ممنون. سال در واقع ببخشید من این سوال رو یادم رفت بپرسم، اینکه این جشنواره فقط در هیلپرسون و امسپورت اجرا میشه درسته؟ در جاهای دیگه دنیا در واقع اجرا نشده؟ درسته، ولی از ببینین از 3 سال پیش، یعنی قبل از کرونا، البته از سال 2017 باید بگم، چون من سالارم از دست این کرونا دست دادم، ولی از سال 2017 این جشنواره توی جشنواره اینترنشنال یعنی بین المللی روم هم یک اوارد از جشنواره خود ما میده و الان صحبت‌هایی که ما داریم می‌کنیم و پلن‌هایی که داریم برای آینده این جشنواره اینه که وقتی که کرونا دیگه تموم بشه و موقعیت برگرده، مثلا توی کارهای جشنواره و اینا برگرده به گذشته و بتونیم ما دیگه دوباره این جشنواره ها رو نه فقط آنلاین ولی واقعا توی سالن های سینما برنامه ریزی کنیم، این جشنواره کلن موف میشه و میره به روم. این جشنواره رو دیگه ما میخوایم استوب کنیم توی هلند و توی روم ادامه بدیم. البته ما هنوز ارگانیزیشن و برنامه ریزش برنامه شو ما میریزیم با کمک با دوستانی که تو روم داریم، ولی دیگه اینجا توی کشور هلند این کار انجام نمیدیم، اونجا انجام میدیم. ولی خب کمک به فیلمسازای جوان هنوز انجام میدیم میکنیم و همین حرفی که شما زدین، واقعا من امیدوارم که فیلمسازای جوان هر کمکی که دارن به ما حتما اعلام کنن، چون ما میتونیم این کار رو واقعا ببینیم چی کار میتونیم براشون انجام بدیم. و در آینده تو روم من نظرم اینه که ما حتی بیشتر و بهتر میتونیم یه معنی خوبی داشته باشیم برای تولید فیلمسازایی که تازه شروع کردن با کارشون. جناب تاریوردی، یکی از پرهزینه ترین فیلم هایی که در کشور هلند ساخته شده فیلم بلک بوک بودش که اینجور که من خوندم 15 میلیون یورو سرمایه برای ساختش خرج شده. این سرمایه که فیلم سازان برای احتیاج دارن رو معمولا از پرایوت اینوستورها و سرمایه گذاران خصوصی میگیرن یا دولت هم ساپورت میکنش؟ ببینید بیشترش از دولت سپورت میشه. دولت هلند یک فاند مخصوص داره و یک فاند بزرگ و اصلی داره برای تولید فیلم که این فاند توی آمستردام هست و اصولا من میتونم بگم که اگر شما در بیشتر فیلم ها رو نگاه کنین 60-80% باجت های تولید فیلم های سینمایی رو این فاند حمایت میکنه. توی هلند ما اینوسترهای پرایفت سرمایه گذارهای پرایفت زیاد نداریم، یه گروه خیلی کمی هستن که واقعا به راحتی این گروه خیلی راحت میشه با دو دست شمرد و خیلی راحت باشون آشنا شد. این بیشتر میگم بیشتر فیلم‌ها از این فاند باجتشون رو باید بگیرن یا بعضی از فیلم‌ها هستن که یه قسمت کوچیکی که باقی میمونه از دولت قسمت‌های مختلفی هست که ولی خب اون رب باید داشته باشه به تیم، مثلا به سوژه فیلم که چه سوژه‌ای هست ربطی میتونه داشته باشه به قسمتی از دولت، به قسمتی از مثلا، بعد اون موقع میتونن یه قسمت کوچیکی هم از دولت حمایت مالی بگیرن. در واقع حالا میخواستم برم الان سراغ آثار شما. اینکه اگر اشتباه نکنم و اگر اشتباه کردم شما رو تصدیق کنین، 4 فیلم رو فکر کنم کارگردانی کردین درسته؟ بیشتر بوده نسیم جان، بیشتر فیلمو کارگردانی کردم ولی خب اینا الان شما گفتین 4 تا 1988
بله بله ببینید بیشتر فیلمو من کارگردانی کردم، ولی این تعدادی که میگین اگر این تعداد تعدادیه که روی IMDB نوشته شده باشه، این تعداد تعدادیه که به طور خیلی زیاد توی سینماهای هلند پخش شد. فیلمای بیشتری من تولید کردم، ولی خب فیلمایی بود که توی سینماهای کوچیکی اینا پخش میشد، یا مثلا سینماهای مخصوص فیلمای آرتیستیک. ولی این فیلم ها تعدادی که شما میگی فیلمایی بود که واقعا تو سینماهای استاندارد و نرمال هلند تونست با کپیای زیادی پخش بشه. بله من اطلاعاتی گرفته بودم به این شکل، و البته 6 اثرم دیدم که در واقع تهیه کنندگی اثری بوده که تهیه کنندگی رو انجام داده بودین، درسته؟ اگر اشتباه بله یه مقدارش رو کارگردانیش رو انجام دادم و یه مقدارش رو تهیه کنندش بودم. بله درست. اولین اثری که ساختین، اولین کاری که ساختین چی بود؟ میخواین ازش صحبت بکنین کمی؟ بله حتما. اولین فیلم دارم فکرشو میکنم، البته اگه شما لامپ افتاد من یه لحظه خواهد ببخشید، یعنی نور من کمتر شد، نمیدونم اوکی هست، ولی خب ادامه میدیم. بله ببینین اولین فیلمی که من تولید کردم، البته فیلم های خوب کوتاه، فیلم های کوتاه زیاد من تولید کردم اولش. خب یه مقدار فیلمایی بود که موقعی بود که من هنوز تحصیل میکردم، یه مقدار فیلمایی بود که هنوز تجربه زیاد نداشتم و تازه شروع کرده بودم به کار، اینا فیلمایی کوتاهی بود. ولی اولین فیلمی که واقعا میشه گفت فیلمی بود که واقعا خیلی خوب پخش شد توی سینماهای مختلف هلند، فیلمی بود به اسم پنتافیلم. اسمش یه مقدار سخته، ولی این یه فیلم بود که هم توی هلند ما تونستیم اینو پخش کنیم از طریق دیستریبیوشن و پخش کننده ها، و هم توی کشور بلژیک، چون بالاخره زبان هلندی بود و خب توی یه قسمتی از بلژیک هم به همون زبان صحبت میکنن، توی این سینما هم این فیلم ما پخش کردیم. این فیلم اول بود، فیلم ترسناکی هم بود، فیلم هورور بود که من ضبط کردم، و راستش میخواین آخرین بارم هم بود، چون من با تولید اون فیلم به این نتیجه رسیدم که فیلم هورور فیلمی نیست که من واقعا خوشم بیاد و واقعا بتونم نظری که دارم رو فیلم بتونم انجام بدم، و برای همین دیگه ولش کردم. ولی خب این اولین فیلمم بود و اولین تجربه‌ام. چه ژانری رو بیشتر دوست دارین خودتون کار کنین و اون در واقع علاقتون این باشه که بیشتر تو اون حرکت کنین و با اون جلو برین؟ راستشو میخواین بیشتر روی فیلمای آخری که تولید کردم، هم تولید و هم کارگردانیش، فیلمای تریلر بود، فیلمایی که یه مقدار پیچیده باشه، اینا این اسکریپت ها و این فیلمنامه ها خیلی برای من اینترستش بیشتره، فیلمنامه هایی که یه مقدار پیچیده باشن و تازه مثلا آخر فیلم مشخص بخواد بشه که اصلا موضوع چی هست، و هرچی بیشتر طول بکشه بهتر برای من. و اینجور فیلم ها رو و بیشتر توی کارهای تریلر که یه مقدار پرهیجان باشه، که ضربان قلب بیننده رو بتونه ببره بالا، به حد خطرناک برسونه، این چیزو من خیلی دوست دارم راستشو میخواین. و اینکه در واقع چه جوری بازیگرهاتون رو سلکت میکنین، با چه دیدی، با چه در واقع چی براتون خیلی بیشتر اهمیت داره؟ برای من ببینین اهمیت بیشتری واقعا عشق برای این کار مهمه. یعنی من بازیگر تا الان، خیلی بازیگر تا الان تو کارام داشتم، تو فیلم های مختلف داشتم که تجربه شون کم بوده و واقعا مثلا شونه که مثلا نشون میدادن، مثلا میدیدم بعضیشون حتی یک یا دو تا فیلم کوتاه داشتن، ولی وقتی که باشون صحبت میکردم انقدر با عشق و پشن صحبت میکردن در مورد بازیگری و فیلم، این چیز برای من مهمترین چیزه، به خاطر اینکه من نظرم اینه که وقتی واقعا ببینید این کارهای هنری در کل هستن، کارهایی که واقعا آدم باید از تای دل دوست داشته باشه انجام بده، و من نظرم اینه که وقتی واقعا از تای دل علاقه داشته باشی به کار فیلم
و این واقعا میگم عشقت باشه توی زندگی که بخوای واقعا براش تلاش کنی. نظر من اینه که بعد بقیهش خودش شکل میگیره. بازیگری که تجربهش هم کم باشه ولی اینقدر علاقه زیاد باشه که واقعا برای اون رول توی اون فیلم واقعا بخواد واقعا سعیش کنه از تای قلبش، من واقعا مطمئنم که اون موقع اون بازیگر بازیگری میتونه باشه که فوق‌العاده نتیجه مثبت خوبی آدم ازش بگیره. و اونجا واقعا میشه گفت که کارگردان خیلی رول مهمی داره، چون اگه کارگردان کارش خوب باشه و بیشتر یه کوچ باشه، کوچی باشه که واقعا اون بازیگر رو بخواد کوچ کنه توی کل پریود تولید مثلا فیلم، نتیجه فوق‌العاده خوبی میتونه بگیره که اصلا از قبل انتظارش هم نداشته باشه. آریا جان، تا حالا به این فکر کردی که اثری رو که خودت داری کار میکنی و میسازی رو دوست داشته باشی نقش رو توش خودت هم ایفا بکنی؟ خودم بازی کنم توش؟ دقیقا. نه، فکرشو نکردم نسیم جان، به خاطر اینکه من در گذشته فکر میکنم یه 3-4 بار خودم یه رولای کوچیکی داشتم توی فیلم سریالای تلویزیونی هلند و تو فیلم خودم، تو سریالای تلویزیونی هلند این کار انجام دادم 3 یا 4 بار حتی، و به این نتیجه رسیدم که من نمیتونم خوب بازی کنم و دیگه تو خود به خودم تو آینه نگاه کردم و گفتم ببین کاری که نمیتونی بکنی بهتره که اصلا همین الان دیگه تا موقعی که آبروریزی بیشتر نشده استوب کنی و همینطور به این نتیجه رسیدم که این کارو ول کن، همون کار تولید و کارگردانی رو که میتونی انجام بدی برو بیشتر وقت تو و تلاش تو بذار که اون کارو بهتر و بهتر بتونی بکنی. برای همین بود که واقعا با این بعد از اون تجربه 3-4 بار من بیشوخی به این نتیجه رسیدم و گفتم بهتره که این فضا رو من باز بذارم برای کسایی که واقعا هنرمندن و تلنتشو دارن که بتونن بازی کنن و بذارم من برم سرمو بذارم به کارهای خودم. با بالاخره برای همین استوب کردم، پیش نرفتم. برای آینده چه پلانی بسازی که از در واقع سرزمین مادری باشه یا موضوعی باشه که در واقع مربوط باشه به جامعه ایرانی یا اصلا بازیگرای ایرانی داشته باشه و کلا یک فضای ایرانی رو در واقع بخواید جلو ببرید؟ ببین نسیم جان، راستش میخوای من الان خب تمام کارام با هلندی هست واقعا، یعنی تمام مشتریام، تمام اینفسترام همشون هلندی هست، برای تلویزیون هلندی کار میکنم، یعنی کار با همه میشه گفت کمپانیایی که شرکتایی که کار میکنم همشون هلندی هم. یا شعبه من توی آمریکا هم که اونام با آمریکایی کار میکنن، یعنی من کلن کارم با ایرانی ها تا الان تجربم با ایرانی ها خیلی کم بوده، ولی اگه تجربم در آینده بیشتر بشه چرا نه. من میدونی من چیزی که واقعا خیلی دوست دارم به تصویر بیارم یک قسمتی پرمعنا از تاریخ فوق‌العاده زیبا و پرمعنا از تاریخ کشورمون، این چیزیه که من واقعا اگر موقعیتشو بتونم پیدا کنم حتما این کارو انجام میدم 100%، و واقعا دوست دارم که از این طریق بتونم به کل دنیا فرهنگ فوق‌العاده زیبا، فوق‌العاده مدرن و پرمعنایی که ما داشتیم، و به نظر من واقعا این دیگه من به نظر من نیست، این کلن فکر میکنم اینجوری هست، ما از طریق فرهنگ خودمون پایه خیلی فرهنگای دیگه ای تو دنیا بودیم و این چیزو خب الان متاسفانه خیلی ها نمیدونن، اصلا میشه گفت خیلی کم اشخاصی میدونن، و من واقعا دوست دارم که این چیز رو معرفی کنم به کل دنیا. جان تاری بردی سلیقه شخصی شما تا چه میزان تحت تاثیر قرار میده سوژه‌ای که انتخاب میکنید رو با توجه به مارکتی که وجود داره؟ راستش میخوام ببینیم، من اولین فیلم هایی که یعنی تا موقعی که تازه شروع کردم به کار و اولین فیلم هایی که تولید کردم
یه مقدار یه دنده بودم، میشه گفت فارسیش میشه یه دنده فکر میکنم، یعنی زیاد حرف گوش نمی کردم و پیش خودم میگفتم که این اسکریپت یا این فیلمنامه‌ای که من الان، این چیزیه که من خودم دوست دارم، اینو من حتما انجام میدم. ولی بعد از اون، بعد از یه مدتی دیدم که فایده نداره. یعنی من فیلمنامه‌ای رو که واقعا خیلی خودم دوست دارم که بخوام تولید کنم، اون فیلمنامه شاید فیلمنامه‌ای نیست، فیلمی نیست که تماشاچی منتظرشه توی سالن که بخواد ببینه یا پشت تلویزیون. و بعد با تجربه یواش یواش به این نتیجه رسیدم که یه فیلمساز خوب به نظر من، درسته نظر خودش مهمه و نباید نظر خودش رو از دست بده توی پروسس مثلا تولید فیلم یا فیلم‌های جدید و انتخاب فیلمنامه، ولی بیشتر رفتم این دوتا رو با هم میکس کردم. یعنی از یه طرف گفتم اوکی، فیلمایی رو که واقعا اصلا من اصلا دوست ندارم تولید کنم که اصلا نمی کنم، ولی فیلمایی که برام اوکیه نگاه میکنم که ببینم واقعا براش پابلیک هست یا نه، براش تماشاگر هست یا نه، مارکت هست یا نه، که بالاخره خب چون ببینید یه فیلمساز خوب فیلمشو نمیسازه برای اینکه بخواد بذاره توی کشو و درشو ببنده، و نمیسازه برای خانوادهش که مثلا فقط خاله و عمهش و مادر پدرش بخوام بشینن فیلمو نگاه میکنن. ما فیلمسازا مثل نویسنده ها بالاخره یه داستانی داریم که میخوایم به جامعه نشون بدیم، به جامعه بخوایم بگیم، و برای همین این میکس این دوتا و این دوتا توی باید همیشه به نظر من توی بالانس سالم و خوب باشه، که توی بالانسی باشه که از یه طرف نظر من مهم هست، بله، ولی از یه طرف دیگه نظر جامعه مهم هست، به خاطر اینکه من این داستانو میخوام به جامعه نشون بدم. و وقتی سالن تئاتر، فیلم ها، سینما ها بخواد خالی باشه و یه نفر نشسته باشه فیلم من نگاه کنه، من باز اون موقع موفق نشدم که بخوام داستانی که دوست دارم و بخوام به کسی بگم. برای همینه که دیگه من این دوتا رو این سالهای آخر توی تجربه‌ای که دارم همش میکس میکنم، همیشه نگاه میکنم که فیلمنامه‌ای که هست واقعا براش مارکتی هست یا نه، اگه باشه تازه شروع میکنم به تولید. آریا جان، اگر فضای فیلمسازی و فیلمسازی ایران رو در واقع داخل ایران رو دنبال می‌کنی، می‌خواستم ببینم که نظرت چیه در واقع امروز، نظرت چیه در مورد فضای فیلمسازی ایران؟ خیلی شفاف. خیلی شفاف. ببینید، ما فیلمسازی خیلی خوبی داریم، یعنی اصلا کلن ایرانی ها هنرمندن به نظر من، کلن یعنی من حرف میزنم، ایرانی ها واقعا خیلی انسانای هنرمند، روشنفکر و فوق‌العاده هستن، انسانای فوق‌العاده‌ای هستن. یعنی شما اگه نگاه کنید تو هر کشوری، ایرانی ها تو هر کاری که میرن میتونم بگم واقعا بیشتر ایرانی ها پرموفقن، و این چیز واقعا خیلی برای من جالبه که ببینم. بعد خب فیلمسازای هنر رو دارن، من نظرم اینه که واقعا تالنت دارن، پرهنرن یا هنرمندن و تالنتشون بالاست و فیلمای خیلی زیبایی میتونن درست کنن. ولی اگر نگاه کنیم الان به فیلمسازایی که توی کشور خود کشور خود ما هستن، توی ایران هستن، خب اینا انقدر موقعیتشون بده و انقدر موقعیتشون سخته برای ساختن یک فیلم، که من با اینکه اصلا اطلاعاتم خیلی کمه، ولی خودم میتونم، یعنی این چیزو واضح برای خودم میتونم بدونم که یک فیلمساز هیچ وقت نمیتونه به راحتی فیلمی که واقعا تو فکرشه بنویسه. یک کارگردان یا تولید کننده یا تهیه کننده این فیلمی که واقعا از ته قلبش بخواد تهیه کنه یا تولید کننده هیچ وقت نمیتونه این کارو انجام بده. و این باعث میشه که سینمایی که ما الان تو ایران داریم سینمای دولته، سینمایی که
جامعه با جامعه منظورم دولت ایران میخواد ببینه و سینمایی نیست که هنرمندای ما واقعا بخوان به مردم نشون بدن. بله اینم هست. کسی که میخواد وارد سینما بشه، شما به عنوان کسی که خودت حرفه‌ای داری فعالیت میکنی و درس خوندی در این زمینه، کارگردانی، بازیگری، تهیه کنندگی، در واقع وارد این عرصه بخواد بشه، برای شروع بر اساس تجربه های خودت آریا جان میخوام ببینم که چه پیشنهادی داری برای ورود به این عرصه. فکر میکنم پیشنهادهای مختلفی دارم. یکی از مهمترین چیز اینه که این بعضی موقع ها تو کارهای فیلم راه به رسیدن به نتیجه خیلی راه طولانیه و خیلی راه سختیه و یک چیزی رو که من واقعا از میتونم تجربه خودم بگم و تجربه خیلی از دوستای دیگه ای که فیلمساز هستن تو کارهای خودم هستن اینه که آدم باید تحمل زیادی داشته باشه و واقعا بدونه که پشت کار باید داشته باشه. توی این راه خیلی زمین میخوره، هر دفعه باید باز بلند شه، ادامه بده، شکست نخوره تا به نتیجه برسه. این یه چیز خیلی مهمیه و به آخرم 100% اون شخص به نتیجه میرسه، من اینو واقعا میدونم از ته قلبم. ولی خب میگم این راش رای طولانیه. توی فیلم و تلویزیون کلن، مخصوصا فیلم، توی فیلم روی پرده آوردن فیلم سینمایی و تهیه کردنش راه طولانیه، راهیه که واقعا خیلی سختیه میتونه داشته باشه. این چیز یه چیز خیلی مهمیه که واقعا توی کاراکتر آدم باید که واقعا سختی هست، برای همه هست، نه برای من فقط، من نه، برای همه میتونه باشه و برای همون مهم اینه که آدم واقعا پیش بره و شکست نخوره، ادامه بده تا به نتیجه مثبت برسه. و در کنار اون چیز دیگه هم که من میتونم بگم اینه که خوبه که در کنار، ببینید، در تحصیل، خب تو این رشته خب یه چیزیه که خب بالاخره خیلی ها میکنن و مهم هست، ولی بیشترین قسمت هایی که من خودم شخصا یاد گرفتم توی تولید و تهیه کردن یا تا کارگردانی کردن فیلم واقعا روی صحنه بوده، توی استودیو بوده، نه توی کلاس، نه موقعی که من تحصیل کردم اصلا. یعنی من میتونم بگم شاید 80%، 75% چیزایی که من یاد گرفتم واقعا توی رو صحنه و توی استودیو بوده، نه توی کلاس. برای همینی که مهم اینی که آدم بسازه، شروع کنه به ساختن، حتی شده با فیلم کوتاه، حتی شده با باجت کم، حتی شده با کوتاه کردن فیلم نامه، نمیدونم، انتخاب کردن یه بازیگر که قیمتش کمتر باشه، فیلم برداری که قیمتش کمتر باشه، ولی به هر حال هر طوری شده مهم اینه که آدم شروع کنه و نندازه برای فردا. این یه چیزیه که آدم نباید، یعنی تو کار فیلم نباید مثلا پیش خودش بگه که من بهتره که این تولید و یا این تهیه رو، تهیه این فیلم رو بندازم برای فردا، چون فردا شاید، یا مثلا هفته دیگه یا یه ماه دیگه شاید موقعیت بهتر بشه، شاید اینفستر بهتر پیدا کنم، اینا. نه، اینطوری نیست. این به نظر من عقب انداختن برای کار و آخر اون عقب انداختن شاید حتی باعث بشه که آدم کاملا بخواد کنسل کنه، چون عقب انداختن هم خودش یه باعثی خستگی میشه تو کار. این دوتا چیزیه که من واقعا میتونم بگم. اصلا تسلیم نشو، اگه میخوای فیلم بسازی برو جلو و بدون که سختی ها هست تو این کار برای همه و سختی ها رو قبول کن، شکست نخور، ادامه بده و در کنار اون بساز، شروع کن به ساختن، حتی شده اولین فیلم یه فیلم کوتاهی 5 دقیقه، ولی با ساختن هم تجربه پیدا آدم میکنه، هم خیلی چیزا رو یاد میگیره و هم مهمتر از همه چی نتورکش آدم میتونه شروع کنه به شکل دادن. چون من همونطور که اول داستانم گفتم، تو هر کشوری فیلم و تلویزیون دو تا مارکتی هست که خیلی بسته است،
یعنی آدم باید اونجا واقعا یک اشخاصی رو بشناسه که وارد بتونه بشه. و وقتی که تا موقعی که شروع کنی به تولید، یواش یواش برای خودتون نتورک رو شکل میدی. نمیدونم با یه شخصی که مثلا میگم دوربین رو اجاره میده میتونه آدم یواش دوست بشه، اون شخص باز یه شخص دیگه ای رو میشناسه که میتونه معرفی کنه. به این شکل آدم نتورک خودش رو از صفر میتونه شکل بده تا اینکه بزرگتر و بزرگتر کنه تا به یه نتیجه بهتر و بهتر برسه. این دوتا چیزیه که من تو نظرم الان اومد که بخوام بگم. بسیار توصیه های جالب و به جایی بود، مرسی. داشتی میگفتین این لینک ها، گفتم بله به قول هلندی ها این فیا فیا هستش همه جا. بله حتما، بله. هیچ تو هیچ کشوری، من تو کشورهای دیگه هم تولید کردم و واقعا تجربه من تو هم توی همه کشورها این بوده. البته همه کشورها من تجربه ندارم، تو اون چند تا کشوری که تجربه داشتم دیدم که همه جا این یکی باز رئیس مثلا تلویزیون رو میشناسه یا رئیس اون دیپارتمنت رو میشناسه که بخواد وارد بشه اینا. و این چیز فکر میکنم همه جای همینطوریه. ایران تجربه نداشتم، ندارم، ولی خب ایران که از سر تا پاش پارتی بازیه، خب اینم 100% فیلم و سینماش هم بالاخره باید فکر میکنم پارتی بازی باشه، وگرنه اصلا نمیشه. آره جان ببخشید، به نکته خیلی خوبی اشاره کردین و اونم وجود مافیا بر بسیاری از بیزینس ها که از جمله فیلم سازی هم یک صنعت بسیار بزرگی در دنیا هست و حتما روش نقش دارن. در کشور هلند تا چه میزان این مافیا نفوذ دارن در صنعت و حرفه فیلم سازی؟ هستش، این نفوذ هست، توی کشور هلند هم هست. من نمیتونم، چون نمیتونم مقایسه بکنم با کشورهای دیگه، نمیتونم بگم که بیشتر یا کمتره، ولی از روپایه تجربه خودم میتونم بگم که تا الان بارها شده که من با فاندا یا حمایت مالی دولت کارم به بنبست بخوره و نتونم پیش برم. اینفسترهایی بودن که حتی راضی بودن که 100% باجت منو بدن و حتی هیچ درصدی سود نگیرن از من. و حتی میتونم بگم که البته نه ایران، چون میگم من اصلا با ایران اصلا کاری اصلا ندارم و نمی کنم، ولی از طریق سفارت‌های کشورهای دیگه حتی این درخواست‌ها شده برای من که این فیلمو مثلا اگر توی کشور ما بیای تولید کنی و ما چند تا فقط نکاتی میگیم که دقت کنید، ما حاضریم که 100% مثلا باجت تو بدیم. خب اینا چیزایی که تو این کشورم پیش میاد و آدم واقعا باید مواظب باشه و بدونه که بالاخره هیچ کسی نمیاد 100% باجت رو همینجوری کادو بده به یه آریانامی تو این کشور که اصلا نمیشناسه کی هست. 100% اون شخص هم خودش پلن خودش رو داره، هدف خودش رو داره که بخواد این کار رو انجام بده. آریا جان، صحبت بود از حمایت کردن از کسایی که تازه کارن. من اینجا میخوام برای بینندگان پرژن وارد، کسایی که دارن مصاحبه ما رو میبینن و حرفای شما رو میشنون، یه کاری انجام بدم و اینکه از شما یه قول بگیرم که اگر قرار باشه بیان وارد این عرصه بشن و یه کمکی بخوان، در واقع چه کمکی میتونن از شما داشته باشن؟ نسیم جان، کمکی هم میتونم بکنم، میتونه کمک های مختلفی باشه. ببینین اگر مثلا کسی استودیوی ما همه چی داره، هر نوع دم و دستگاهی برای تولید فیلم اینا همه ما خودمون داریم، استودیو هم داریم، مکانشو یعنی داریم که اسپیشال افکس یا صحنه های مختلف فیلمو مثلا بخواد دادم ضبط کنه. خب این یه چیزیه که من میتونم کمک کنم، هم فکری میتونم بکنم، تا جایی که بشه حتی میتونم درهایی رو سعی کنم باز کنم. گارانتی دادن که خب سخته، ولی میتونم واقعا نتورک خودم رو در اختیار فیلمسازهای دیگه بذارم. حالا نتورک هم شده از نظر مثلا تماسایی که با پخش کننده ها دارم، با تلویزیون ها دارم، با سینما ها دارم تو هلند، که بتونم مثلا درهایی رو باز کنم که براشون یه مقدار راحت تر باشه تا اینکه یه فیلمی رو بخوان
پخش کنن یا اینکه به یه نتیجه‌ای برسونن، تولید کنن، تهیه کنن. در کنار اون تو بعضی از موقعیت‌ها اگر فیلمنامه‌ها خیلی اینترستینگ، واقعا خیلی جالب باشه که من واقعا ببینم که این فیلمنامه واقعا فیلمنامه‌ای که به نتیجه خیلی بالایی میتونه برسه، من این امکانش هم دارم که بتونم در اون لحظه مثلا اون فیلمسازو مستقیم معرفی کنم به یه اینفستری که توی این کارهای فیلم مثلا اینفست میکنه. البته نه تو کارهای مافیا، ولی اینفسترهای نرمال و اینفسترهایی که خب درصدشون رو میگیرن، سودشون رو میگیرن از پخش فیلم. این کارها کارهایی که من میتونم بکنم و واقعا از ته قلبم دوست دارم بکنم و بدون هیچ انتظاری، من هیچ انتظاری از فیلم سازی یا کسی که کمک بخواد ندارم. همینی که بتونم موفق بشم یه کمک کوچیک یا یه ذره بزرگتر به یه فیلم ساز بکنم، اون برای من خودش یه معنی خیلی بزرگی داره تو زندگی. واقعا مرسی از این همه فکر حمایت کننده و این همه حامی بودن، خیلی قشنگه. خواهش میکنم. و این که حالت صحبت از حمایت شد و در طول برنامه خیلی حرف زدیم ازش، پیمان با نظرت چه بریم به سراغ پرژن اوارد و همین نقش جنسیتی که چقدر در واقع آریای عزیز توش فعاله؟ ما برنامه تحت عنوان بنیاد جوایز پارسی داریم که فستیوالی در هست هستش که هدف اصلیمون کمک به جوانانی هست که در رشته های مختلف مثل نقاشی، هنر، موسیقی تا فیلم نام نویسی و بیزینس شرکت میکنن و سعی داریم که با این فستیوال بهشون کمک بکنیم که در رشته کاری خودشون ارتقا پیدا کنن و بتونن موفق تر باشن و بتونن خودشون رو بیشتر نشون بدن. شما توصیه‌ای که به بنیاد جوایز پارسی دارین برای بهتر عمل کردن چی هست؟ در مورد نظر من در مورد ارگانیزیشن این منظورتونه برنامه یا اینکه اشخاصی که کاندید میکنن خودشونو؟ اشخاص کاندید میشن و ما سعی میکنیم که این فستیوال رو به جوری برگزار بکنیم که با جوایزی که بهشون بدیم بتونن خودشون رو بیشتر مطرح بکنن و بتونن تو کارشون موفق تر باشن. شما به عنوان یک کارگردان چه توصیه میتونید به ما بکنید که ما بتونیم در این راه ما موفق تر عمل کنیم؟ ببینین، توصیه‌ای که هم میتونم بکنم اینی که واقعا از طرز برنامه ریزی جشنواره و شکل دادن جشنواره خیلی خوب میتونه باشه که به کاندیدا بتونیم نشون بدیم که واقعا کارشون جدی گرفته میشه و واقعا یه استیج خیلی مهمی بهشون داده میشه. من میتونم مثلا من خودم جشنواره‌ای که برنامه ریزی میکنم یا میکردم تا قبل از کرونا، آخرین روزش روزی بود که اواردهایی میدادیم توی قسمت های مختلف. میتونم بعداً حتی یکی از لینکاشو بفرستم که ببینین چجوری من برنامه ریزی رو میکردم و هدف من از اون شب فقط این بود که یه استیجی به وجود بیارم که این استیج واقعا فوق‌العاده جدی گرفته بشه و اون شخصی که اون رون استیج اون تایم رو میگیره که صحبتش رو بخواد بکنه یا نومینیتد شده برای کاتگوری یا هرچی یا جایزه بخواد بگیره، واقعا این اون لحظه براش واقعا به عنوان یک چجوری بگم یه نتیجه مثبتی برای زحمتی که کشیده باشه که واقعا خستگیش دره. هم یعنی واقعا جدی گرفتن اون شخص از میگم طرز برنامه ریزی اون جشنواره، چون واقعا تو اون برنامه ریزی میشه این اتمسفر و این موقعیت رو به وجود آورد. در کنار اون کاری دیگه ای هم که خیلی خوبه اینه که من همیشه یک VIP رومی میذاشتم برای اشخاصی که نومینیتد شدن که
کانکت بکنم با فیلمسازهای معروف هلندی، با فیلمسازهایی که سالهای بیشتری تجربه دارن، تولید کننده های بیشتر که بیشتری تولید دارن، که این چون میدونین نتورک برای هر کار هنری احتیاج هست و کمکی میتونه باشه برای تولید بعدی، برای حالا نویسنده باشه یا هر کاری، برای مثلا کتاب بعدی میتونه نتورک کمک بکنه که اون کتاب بعدی زودتر باجتش تهیه بشه و بهتر و خوب سریعتر بتونه به تولید یا به نتیجه برسه. این نتورک تولید نتورک به وجود آوردن هم کاریه که شما میتونین برای مثلا جوانایی که تالنت دارن و نومینیتد شدن بتونین به وجود بیارین، چون اینا چیزاییه که بیشتر اونا خودشون نمیتونن انجام بدن و واقعا کمک احتیاج دارن و این کمک رو شما میتونین به عنوان ارگان بهشون برسونین. مشکلاتی که شما در سر راهتون در برگزاری این فستیوال ها بوده و انتخاب اشخاص بوده چی بوده؟ به عنوان مثال کارگردان های بنامی مثل مارتین اسکورسیزی در جشنواره های بسیار سطح بالایی مثل اسکار سال هاست که حقشون اجحاف میشه و خیلی ها معتقدن که نتونستن در اون حدی که میبایست جایزشون رو بگیرن. اگه ما بخوایم جلوی یه همچین روندی رو بگیریم و بخوایم بسیار جشنواره‌های سالمی رو برگزار بکنیم، به نظر شما باید چه کاری انجام بدیم؟ به نظر من این کار راه حلش خیلی ساده است. اونم اینه که یعنی دو تا چی کار میشه انجام داد. یکی این که هیئت جوری هر سال عوض بشه و هیئت جوری تشکیل شده باشه از اشخاص زیاد، مثلا بگیم 9 نفر یا 11 نفر، و اینا اگر امکانش هست از کشورهای مختلف باشن، حالا امکان داره ایرانی باشن ولی تو کشورهای دیگه و مختلف زندگی کنن و هر سال عوض بشن. میدونین این یک چیز مثبتیه که موقعیتی پیش نمیاد که مثلا میگم 3 نفر توی هیئت جوری به مدت 7 سال نشسته باشن که دیگه توی این 7 سال دوستای صمیمی شده باشن و فقط کافی باشه به هم دیگه یه تلفن بزنن این فیلم بهتره یا این کتاب بهتره، اینو انتخاب کنیم، این بشه اوکی. اینو میشه به این طرز خیلی راحتی میشه از بین برد. دومین نقطه ای که میشه انجام داد تو این کار اینه که حتی شده 1 دونه از اواردهایی که هست بذارین پابلیک، بذارین مردم خودشون انتخاب کنن. یعنی حالا به هر صورتی که شده، صورتهای مختلفی میشه، حالا فیلمی باشه روی مثلا یه پلتفرمی بخواد دادن پخش کنه که اونجا ریت بدن، یا اینکه کتابی باشه یا هرچی، یک اوارد شما بذارین. همیشه این اوارد رو ما همیشه داشتیم و اسمش هم اوریانس اوارد بود، که این اوارد رو همیشه پابلیک خودش، یعنی مردم خودشون انتخاب میکردن. میدونین چون دیگه بالاخره اقلکن رو اون یه اوارد مردم خودشون میتونن تعیین کنن و تصمیم بگیرن که چه کتابی، چه فیلم مستندی بخواد برنده بشه، و با تغییر دادن جوری هم که دیگه اون مسئله ارگانیزیشن رو آدم خیلی راحت حل میتونه بکنه. باز هم یه سوال دیگه ببخشید نسیم، چون برای من پیش میادش با توجه به صحبت‌های شما، چون کاملا صحبتاتون با نظر بنده هم تطبیق داشتش. باز هم کارگردان‌هایی هستن مثل رومن پولانسکی که آثار خیلی بزرگی هم ساخته شده ولی منتقدین و رأی مردم در اون مقطع خاص، مثل فیلم‌های همچون فایت کلاب، در اون مقطع خاص مورد توجه قرار نگرفته و فروشی هم نداشته، ولی در سالهای آینده متوجه شدن که چقدر فیلم‌های با کیفیتی بودن. فکر میکنید رأی مردم نمیتونه تاثیرگذار باشه برای اینکه کارهایی که هنری هستن از رده فستیوال خارج بشن؟ از نظر کیفیت کار منظورتونه، درسته؟ بله. ببینین تا موقعی که اگر یک اوارد باشه و اواردهای بیشتری باشه، ببین شما همیشه یه هیئت جوری حرفه‌ای رو احتیاج دارین، چون اون هیئت جوری حرفه‌ای واقعا به چیزای دیگه دقت میکنه، به چیزایی که یک شخصی که تو خونه، حالا من نمیخوام بگم
تجربهش اطلاعاتش کمه، ولی خب اصلا توی بزنس دیگه باشه، توی کار دیگه باشه، کسی که مثلا میگم یک شرکت رئیسی شرکتی باشه، هیچ وقت خب اون به یک چیزای دیگه ای دقت میکنه با نگاه کردن یه فیلم نسبت به شخصی که واقعا 25 سال تجربه تولید و تهیه یا کارگردانی فیلم داره. و برای همین میکس این دوتا حتما باید انجام بشه. شما یک هیئت جوری حرفه‌ای رو حتما احتیاج دارین، چون همونطور که شما میگین کاملا درست حرفتون، رو نکات دیگه‌ای، رو نکات واقعا دیگه‌ای میتونه دقت کنه که اصلا مردم تو خونه دقت نکنه، اصلا نبینن شاید خیلی وقتا. و اگر هیئت جوریتون واقعا میگم هیئت جوری بزرگی باشه و هر سال عوض بشه، این موقعیت که شاید یک فیلم ساز که واقعا زحمت میکشه و واقعا با کیفیت کاری رو تو مارکت میده ولی این موقعیت رو نمیگیره از جشنواره، این خطر رو میشه آدم درصدش رو کمتر کرد. مسلمانه هیچ وقت نمیشه 100% این ریسک آدم از بین ببره. شما همیشه بالاخره، منم برام پیش اومده با هر زحمتی که کشیدم بالاخره آخرش فیلمسازی بوده که با عصبانیت به من ایمیل فرستاده و منو به عنوان برنامه گذار، چون من هیچ وقت به عنوان برنامه گذار، اینم بگم، اشخاصی که توی ارگان فیلم جشنواره ما هستن یا تا الان کار کردن به علاوه خود من، هیچ وقت ما تو هیئت جوری نشستیم و این اجازه رو به خودمون ندادیم و حتی موقع جلسه های هیئت جوری هیچ کدوم از ماها هم نمیشینن، که شاید مثلا خب اینی که مثلا امکانش باشه من یک فیلمساز هلندی که فیلمش داره در اون لحظه توی هیئت جوری در موردش مشورت میکنن که منو فیلمساز رو بشناسم، خب این واقعا امکانش هست و این باعث میتونه باشه که خب موقعیتی پیش بیاد که آدم نخواد پیش بیاد. ولی باز با این حال من این ایمیلای عصبانی رو میگرفتم. یعنی بالاخره 100% شما اینو نمیتونین از بین ببرین، فقط میتونین تلاشتون رو بکنین که مردم تا جایی که میتونن ببینن که واقعا شما کاملا ترانسپرنت و پاک از نظر برنامه ریزی دارین این کار رو انجام میدین. و کاری که خیلی مهمه اینی که طرز کارتون، طرز اینی که چجوری به نتیجه برنده میرسین، به نتیجه میرسین که کیا نومینیتد شدن و چجوری هیئت جوری جلسه میذاره، چند بار در سال میذاره، به چه مدلی، چه موقعهایی، شما تمام اینا رو وبسایت بذارین، حتی اسمای اشخاص جاری هم بذارین، این باعث میشه که پابلیک ببینه که واقعا شما کاملا فارسیش من نمیدونم ترانسپرانت دارین انجام میشین این کارو، یعنی از شفاف سازی دارین میکنین، شفاف کاملا، بله شفاف، این توی وبسایت پابلیش کردن، این عمومی کردنش، بله عمومی کردنم، این یه کمک خیلی بزرگی میکنه که واقعا مردم ببینن که شما هیچ دلیلی ندارین که بخواین اسمی رو نگین، از همون اول شفاف داریم کار انجام میدیم. بله خیلی متشکرم توضیحاتتون نسیم چون بفهم. خواهش میکنم، امیدوارم که جواب من یه کمکی عالی جوابتون بسیار خوب متشکرم، مخصوصا برای ما از توضیحات شما استفاده میکنیم که کیفیت کارمون رو بالاتر ببریم و متشکرم. مرسی پیما جان، خیلی سوالای خوب به جایی در بخش اوارد داشتی و ممنون. آریا جان ممنون از این که میدونین صحبت ها خیلی زیاده و ما دوست داریم که از حضور شما استفاده کنیم، دلمون میخواد ادامه بدیم، سوال های خیلی زیادی هست اما خب وقتمون محدوده و امیدوارم که ما بتونیم تو برنامه های بعدی خیلی بیشتر شما رو داشته باشیم، همراه ما باشیم. خوشحال میشم حتما. ممنونم، بازم مرسی از اینکه مهمان ما بودی. همینجا اگر صحبتی هست، اگر ما به نکته اشاره نکردیم و شما لازم میدونی که با بینندگانمون در میون بذاری، خوشحال میشیم که بشنویم. خواهش میکنم. نه من اولا که اگر در آینده باز
تونستم کاری انجام بدم برای شما تو برنامه‌تون، حتما آماده هستم. در کنار اون بازم ازتون تشکر میکنم که دعوت کردین و این فضا رو و این تایم رو من دادین که بخوام صحبتم رو بکنم. ازتون ممنونم. از بیننده های تو خونه هم خیلی تشکر میکنم که نگاه کردن به این برنامه، ازتون واقعا ممنونم. و برای شما هم فوق‌العاده زیاد آرزوی موفقیت میکنم برای برنامه ریزی این اوارد یا هر پروژه دیگه ای که دارین. خیلی ممنون واقعا. ما افتخار میکنیم به اینکه یک ایرانی اینقدر موفق، اینقدر فعال در جامعه بلند فعالیت میکنه و واقعا باعث افتخار ماست. شما لطف کردید. خیلی ممنون. من هم ازتون تشکر میکنم و امیدوارم که در آینده همیشه بتونید باعث افتخار ما ایرانی ها باشیم و متشکر از وقتی که برای ما گذاشتیم و بسیار مصاحبه خوبی در کنار شما و نسیم جان داشتم. خواهش میکنم. بازم تشکر میکنم از این دعوتتون. من خیلی خوشحال شدم که تونستم تو برنامه‌تون باشم. ممنونم واقعا. مرسی. شب خیلی خوبی داشته باشید. آریا جان، بینندگان عزیز، به اتفاق مهمان عزیزمون، به اتفاق همکار خوبم پیمان از تورنتو، از همگی شما عزیزان خدافظی میکنیم. خدا نگهدار.